زخمی میخواییم بیاییم. درسته نیروی دیگه هم با طیفی بود، همونطور که این ور یک طیفی بود از نیروهای متجدد، یک طیفی بودش از نیروهای واپسنگر که اینا به پاره سنتی جامعه پیوند داشتن و به هر حال سیادت سیاسی، هژمونی این جنبش افتاد دست اون نیرو به دلایلی که جاش در این بررسی طبیعتا نمی گنجه. ولی تا جایی که به این پاره از جامعه مربوط میشه، این دوتا شعار که در حقیقت آزادی نه شرقیست نه غربیست جهانیست، که در مقابل اون که مطرح میکنه عروسک فرنگی برو گم شو نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، در مقابل اون شعار این شعار مطرح میشه، به نظر میرسه که خیلی گویاست. این یه اهمیتی پیدا میکنه در، من بعدم بهش برمیگردم، در نحوی که جمهوری اسلامی به این جنبش بعدن برخورد کرد. فرهاد این داستان پنجشنبه هستش. پنجشنبه شب خبر این راهپیمایی به این عظیمی که میشه تیتر صفحه اول تمام روزنامه‌های جهان در تلویزیون ایران سانسور میشه. خبری داده نمیشه که چنین اتفاقی افتاد. و جالب هستش که یادآوری کنم که چهارشنبه شب یه مرتبه یه گروهی به نام زنان پاسدار انقلاب اسلامی یه اطلاعیه میدن. از این گروه ما بعدن هیچ نشانی، هیچ ردی پیدا نکردیم. یک اطلاعی میدن که اخبار ساعت 8 شب میخونه و اون هستش که کسانی که فردا تو تظاهرات تو مراسم 8 مارس شرکت بکنن بهشون هشدار میدیم. این مراسم، مراسم ضد انقلاب هستش و مراسم دنبالچه های امپریالیزم و غیره هستش. این یه چنین چیزی در مورد مراسم 8 مارس، نه در مورد چیزهای دیگه اون شب گفته شد. ولی به هر حال حتی همین رو هم پیگیری بکنن که خب همین عوامل خارجی مثلا در دانشگاه تهران اون روز چه کار میکردن، صحبتی ازش در تلویزیون نمیشه. شنبه تجمع هستش در دانشگاه تهران، چند ساعت تجمع هستش با همون شعارها، بیشتر دانشجو هستن، بیشتر نیروهای سیاسی هستن در این روز. بعد یه راهپیمایی هستش به سمت روزنامه آیندگان، تجمع هستش در برابر روزنامه آیندگان و اینی که روزنامه آیندگان انعکاس بده این قضیه رو. و این هم از هم تو دانشگاه تهران زنان سنگباران میشن، بیرون که میان باهاشون حمله میشه، دم دانشگاه، دم نزدیک تو مسیر آیندگان با ماشین بهشون حمله میشه، اینا هست. ولی به هر حال روز جمعه بیش از چند هزار نفر در این حرکت اعتراضی شرکت نکردن. اما شنبه اوج حرکت اعتراضیه. جمعه پنجشنبه که مردم دارن از هم دیگه دور میشن و هم دیگه میگن شنبه وزارت دادگستری. و شنبه از ساعت اول روز، این داستان روز شنبه در روزنامه‌های ایران به تفصیل آمده. آیندگان بیش از هر روزنامه دیگه‌ای به این پوشش داد و خیلی از جزئیات رو مطرح کرد، اما کیهان، اطلاعات همچنین. بسیاری از روزنامه‌ها به این پرداختن. به نظر میرسه بیشتر این شمار شرکت کنندگان آمار بین 50,000 نفر تا 80,000 نفر گفته شده، ولی حتی اونایی که میگن 80,000 نفر میگن که اصلا قابل شمارش نیست، چون که اینقدر این راهپیمایی که شروع میشه از نقاط مختلف تهران به سمت توپخانه اینقدر این ادامه داشته که حتی مثلا فرض کنیم از ساعت 11:30 که تحصن شروع میشه در کاخ دادگستری، که بین 8,000 تا 9,000 زن در کاخ دادگستری تحصن میکنن، حتی تا ساعت 4 بعد از ظهر افراد زنان می اومدن به سمت کاخ دادگستری. این بنابراین اون روز روز خیلی مهمی هستش و تهران حالت نیمه به هم خورده داشت. خیابون‌های مختلف تهران باز اینو در گزارش‌های گوناگون میشه دید. و اون روز هم در کاخ دادگستری سه نفر صحبت میکنن، دو نفر از طرف خانون وکلا، دو زن و یکی از طرف دانشگاهی های ایران، یعنی سازمان ملی دانشگاهیان ایران، خانم ناطق صحبت. و شعارهای همون شعارهای که عرض کردم خدمتون بیشتر داده میشه. یکی از شعارهایی هم که داده میشه یه شعاری هستش که جالبه که براتون
بگم منو میبخشید. من شعار آقای خمینی چی میگه اسمش؟ آها، رهبر ما خمینی، مرام ما آزادی. این شعار هم امروز داده شده. قافیه نداشت. رهبر ما خمینی، مرام ما آزادی. خب دیگه اینو تو باید بگی که شاید. برای این غلط چیز، ولی این شعار، شعار خیلی 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 درجه چندم هستش نسبت به شعارهایی که داده میشه، درست؟ اون روز این قطعنامه هشت ماده‌ای که اشاره بهش شد که بی نهایت مهم هستش، ما در این کتاب این آوردیمش با همون اصل اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده دیگه، که نظر به این که انسان آزاد آفریده شده و موهبت آزادی صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، زبان و هر نوع عقیده به همه آدمیان یکسانی ارزانی شده است. در بند پنجمش هم گفته میشه برخورداری واقعی از آزادی‌های اساسی، آزادی قلم، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی شغل و آزادی اجتماعات برای زنان و مردان کشور. شعارها که شما نگاه میکنین درست برخلاف شعارهای ماهای بعد، شعارها اساساً حول آزادی میگرده. اساساً شعارهای این حرکت که حالا آزادی فردی هستش، آزادی پوشش هستش، آزادی فلان هستش، ولی اساساً دور این نوع آزادی ها، هر گونه آزادی، آزادی سیاسی، اجتماعی، اندیشه، بیان میگرده. یعنی از این زاویه این دوتا نکته رو به هم دیگه وصف کردن میخواستم چیز کنم. به هر حال این تظاهرات اون روز که تا ساعت 8 شب هم طول میکشه و غیره، که تا آخرین دسته هایی که میرن به خونه هاشون طرف های ساعت 8 شب هستش، اخبار تلویزیون منعکس میکنه این تظاهرات رو. و خیلی بامزه هستش، چون که ما یک کسی که در تلویزیون بود و در جد دست اندرگار مونتاژ این بود، چون که یه سری نکات مربوط به این گزارشی که تلویزیون ملی، تلویزیون یعنی صدا و سیمای انقلاب اسلامی، چون که هنوز جمهوری اسلامی نشده بود، رفراندوم نشده بود، بنابراین اسمش رو آنن میکنن انقلاب اسلامی. شعاری که گزارشی که اینا میدن، گزارشی که بعداً مسئله ساز میشه، چون که چند نفر بعداً اعتراض میکنن و میگن که ما اصلا این گزارش رو تهیه نکردیم و گزارش مونتاژ شده خیلی گزارش مونتاژ شده یه بدی بوده. ولی چیز جالبش این هستش که وقتی که تظاهرات تحصن زنان رو نشون میده، این شعاری که خدمتتون عرض کردم، همون که محمد میگه که عافیه نداشت، تلویزیون اینو مطرح میکنه. بنابراین تمام آنچه که ما در تحصن میشنویم رهبر ما خمینیه و این حرف هایی. بعد میاد تو خیابون، تو خیابون همون تصویری که همه ماها بدون استثنایی که اون روزها بودیم در ذهنمون هستش، زنان با عینک‌های خیلی بزرگ، پالتوی فلان، و اینی که حتی این جمله رو هم به یک شکلی گفتن که همین خانم‌های فاحشه و فلان این حرفا اینا در رأس این داستان بوده. بنابراین این سیمای جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، کاری که میکنه با این تظاهرات، تظاهرات این حرکت دو شقش میکنه. یه شقش تو کاخه که این زنان اومدن و دارن اعتراض خیلی سیویلی میکنن و رهبرشون هم امام خمینیه، بعد یه عده‌ای هستن که تو خیابونا هستن و اینها یه داستان دیگه هستن. این من دیگه نباید تحلیل اینو بکنم، شما که اینجا هستین بسیارتون بهتر از من میتونید این نوع خبر رسانی رو تحلیل بکنید که چه اهدافی رو میتونه دنبال بکنه. ولی این داستانی که اینها تصویری که دادن که پشت این داستان سلطنت طلبا، پشت این داستان بختیاری ها، و یه جوری هشدار دادن که مردم حواستون جمع باشه، زنان حواستون جمع باشه، مثلا اگه میخواین کاری کنید که خدا گستری، و این حرکتی هستش که میتونه منجر بشه به اینی که ضد انقلاب برگرد. بنابراین و خب ما باید یه مقداری خودمون رو توی فضای اون زمان قرار بدیم و تجربه 28 مرداد و ضد انقلاب و شیلی و چه میدونم زنانی که اومدن و تو چیز میکرد، همین حرفایی که بالاخره یعنی این تو ذهنمون اون زمانه‌ای که چجوری چیز میشه. این
برنامه‌ای که تلویزیون پخش میکنه، ما در جریان این پژوهش به شکل خیلی خیلی روشنی متوجه شدیم که چه تأثیری میذاره به خصوص بر دانش آموزان و دانشجویان. و از خودشون سوال میکنم، مثلا کسی که هم جمعه رو رفته، هم پنجشنبه رو رفته، هم شنبه رو رفته، میگه نکنه من آلت دست کسی بشم این وسط، نکنه. خب این رو باید در نظر رو گرفت که احزاب سیاسی سکوت، روشن فکری ما سکوت، صدایی نیست که بگه که آقا این زنها آمدن تو خیابون این حرفه چی میزنه به اونجا بستن اونجا، آقا این حق زن هستش که اونجوری که میخواد لباس بپوشه، حق زن هستش که یه کسی نمیتونه بیاد بگه که مثلا فرض کنیم زن باید با چادر بره اداره فلان بکنه این حرفا. بنابراین این سکوتی هم که در جامعه مستولی هستش و چه احزاب ترقی خواه ما از لیبرال گرفته، دموکرات گرفته، سوسیال دموکرات گرفته، کمونیست گرفته، خب و چه روشنفکری ما باز هم با سایر روشنها، این سکوت هم میشه هر کسی خودش رو جای دختر جوان بذاره و بگه که خب من فردا باید برم یا نباید برم، درست؟ و نتیجهش میشه خب خیلی ها فردا نمیرن که روز یک شنبه هستش. حتی روز یک شنبه بیشتر تجمع حول تلویزیون هستش و اعتراض به تلویزیون که اینا چیه شما پخش میکنید و این حرفا. و بعدش هم همون روز هم یک جلسه سخنرانی هستش در دانشگاه تهران که دو تا از روشنفکران صحبت میکنن. اونها هم بیشتر میلشون به این هستش که بعد این حرکت متوقف بشه و یکم نگران کننده است. به ویژه اینی که اون روز یکمی از ظهر گذشته آقای امیر انتظام مصاحبه مطبوعاتی دارن و ایشون تو مصاحبه مطبوعاتیشون میگن که نظر هیئت دولت این نیست که حجاب باید اجباری بشه، ولی تحت نظر هیئت دولت مطرح میکنن. شب قبلش من بعد این رو هم میگفتم که میبخشید از اینی که نامنظم صحبت کردم و میکنم، شب قبلش هم آقای طالقانی بیان توی تلویزیون صحبت میکنن. گفتگو با آقای طالقانی در روز چهارشنبه چیز شده، ضبط شده، ولی به دلایلی که بر ما روشن نیست، چون یکی از مسائلی هم که بازن در پروژه تحقیق باش روبرو شدیم، پرانتز، فقط پرانتزوار میگم، این هستش که از اون طرف مثلا تو این خاطرات آقای رفسنجانی و چه میدونم آقایون دیگه که نوشتن، ما اشاره‌ای به این داستان نمیبینیم. مثلا تو خاطرات مهندس بازرگان، تو خاطرات مثلا یزدی، اینا اشاره‌ای به این داستان نمی‌بینیم که اونها اون ور خط چه خبره، اون ور خط دارن چی فکر می‌کنن، چی فکر نمی‌کنن غیره، که اگر بود خوب کمک می‌کرد به ما که بتونیم بسیاری از جنبه‌هایی که می‌تونه الان سوال انگیز باشه برای ما به اونها بتونیم یه پاسخ بدیم. اما هرچه بود صحبت ایشونو پخش نمی‌کنن، صحبت ایشونو شنبه بعد از این رپورتاج دستکاری شده، مونتاژ شده پخش میکنه. و صحبت آقای طالقانی هم صحبتی هستش که به نعلوم میخه و همین که آقای خمینی اومده مثل یه پدری نصیحت کرده بچه‌های خودشو و خب داره میگه که اینجوری، خب اشکالش چی هستن؟ حالا مثلا یه روز سری هم سرت میکنیم چه اتفاقی مگه میفته؟ حتی من پیشنهاد میکنم خانومایی که مثلا میرن موهاشون رو آرایشگاه درست کنن این حرفا، برای یه حفظ موهاشون هم بهتر هستش که یه چیزی بندازن رو سرشون. با این زبانه که یه مسئله خیلی مهمی همجوری شوخی جدی غیره، ولی تهش رعایت بکنید طرف پدر رو، درست؟ ولی آقای امیر انتظام وقتی صحبت میکنه میگه نظر هیئت دولت اینه. چقدر اون زمان دقت بود که هیئت دولت نظری که داره میده نظر خودشه و اصلا آقای خمینی که چند روز قبلش اصلا به این هیئت دولت کلی بد و بیراه گفته، چقدر اصلا کسی اصلا نظر هیئت دولت رو قبول داره نداره معلوم نیست، ولی به هر حال تو اون فضا و این حرفا اینها، اینم یک عاملی میشه که آها قرار نیست حجاب اجباری بشه. ببینید امیر انتظام اومد گفت نظر هیئت دولت این نیست. اگر وقتش داشتم یه لحظه فقط یه موردی رو میگم که یه چیز خیلی کار بامزه‌ای که آیندگان کرد. آیندگان واقعا یک شگفت انگیز
از نظر کار ژورنالیستی به این مسئله پرداخت. مثلا همین روز شنبه آیندگان تلفن کرده بود با اعضای هیئت دولت و همسرانشون که مثلا میخوام با همسر آقای فلانی صحبت، مثلا آقای کتیرایی صحبت. بعد مثلا یک بعضی از این همسران میان صحبت میکنن، میان که من خودم حجاب سر میکنم ولی اصلا قرار نیستش که دختر منم حجاب سر کنه، اصلا دختر من حجاب سرش نمیکنه. برخی از مثلا فرض کنیم میگن که این مسئله خود آدم ها هستش، میخوان سر کنن میخوان سر نکنن. برخی ها میگن خب بهتره که سر بکنیم، بالاخره ما جامعه اسلامی هست. بعضی هم بودن که اصلا آقای وزیر میگه که اصلا شما با خانم من چه صحبتی بکنید؟ هر سوال داری من بهتون جواب میدم. آیندگان میگه آقای محترم من میخوام با همسر شما صحبت بکنم، یه صحبت من نه. برای این چیزم، برای در مجموع میبینید که حتی اکثر اعضای هیئت دولت با یه چیزی باز برخورد میکنن که حجابش باری نیست. برای اینم تأثیر خودش رو داره در این ماجراها. روز دوشنبه در حقیقت از قبل چیز هستش که تجمع در دانشگاه تهران و در حقیقت روز دوشنبه نقطه اوج این حرکت هستش و نقطه دیگه فرودش. کیت میلت در کتاب خودش به تفصیل و در جزئیات اون روز رو تا جایی که میتونسته نگاه بکنه پرداخته اون روز رو. دیگرانی هم که خیلی ها بودن که در اون روز شرکت کردن، نوشتن صحبتاشون رو یا مشاهداتشون رو گفتن غیره. تجمع از دانشگاه تهران شروع میشه. تو دانشگاه تهران مدت ها بحث هستش، زنان مختلفی میرن اونجا صحبت میکنن که آیا باید در این حرکت شرکت کرد شرکت نکرد، تظاهرات کنیم نکنیم. دور و بر دانشگاه تهران کلی چماقدار هستش، کمیته چیا برای اولین بار حضور خیلی علنی و روشن دارن به جز داستان لباس شخصی ها. اصلا فضای به شدت تحریک کننده و نظامی هستش. بنابراین خیلی صحبت هستش که باید کرد یا نباید کرد، باید راهپیمایی رفت یا نباید رفت. و بالاخره تصمیم میگیرن بعد از مدت زیادی صحبت، تصمیم گرفته میشه که راهپیمایی رو بکنن به سمت میدان آزادی. و خب این راهپیمایی به سمت میدان آزادی بعد از مدت کوتاهی به شدت بهش حمله میشه، تیراندازی، گاز اشک‌آور زدن، کتک زدن به شدت با چاقو و پنجه بوکس و زنجیر غیره. به هر حال یه تعدادی میتونن خودشون، 5000 نفری میتونن خودشون برسونن به میدان آزادی و در اونجا قطعنامه ای رو بخونن و بعدش از اونجا پیاده حرکت میکنن. یه دی به هر حال چیزشون میکنن دیگه، پراکندهشون میکنن، ولی حرکت ادامه پیدا میکنه به سمت، یعنی جسد و گریخته حرکت پیدا میکنه به سمت اداره رادیو تلویزیون. و این هم باز یک اتفاق جالبی میفته اون شب، با اینکه تعداد محدودی هستن در دم رادیو تلویزیون، ولی اون شب یه خبری میدن که یعنی خبر تظاهرات اون راهپیمایی به این عظیمی که من خدمتتون عرض کردم، بازم در اینجا بین 50 تا 80 هزار نفر گزارش شده که در این راهپیمایی شرکت داشتن. مردان هم البته در این روز حضورشون از روزهای پیش در این راهپیمایی پررنگتر و بیشتر هستش، به ویژه در همه این روزها این سنگ کسانی که به یاد میارن صفهای زنجیر میبستن، مردانی که خودشون رو همبسته میدونستن با این حرکت زنان و همبسته میدونستن در اعتراض به این اقدام ضد دموکراتیک، ولی در این روز بیشتر از روزهای دیگه هستن، چه بسا به خاطر ناراحتی به نگرانی، چون میدونستن امروز روزی هستش که اینا میزنن و قرار هستش که بزنن و لطه پار بکنن این داستان. هر حال وقتی که میرن به سمت، یعنی دم تجمع هستش، دم جام جم، در اونجا این خبری که اون شب مطرح میشه اینه که به آقای قدس‌زاده سوء قصد شد، تیراندازی شد. خب خبر دروغ بود، چنین اتفاقی نیفتاده بود. و آقای قدس‌زاده بعداً در مورد اینی که آقای خبر چجوری ساختیم و این حرفا اینا صحبت کرده، ما این رو حرفای آقای قدس‌زاده هم آوردیم تو کتاب که عیناً که چجوری یک خبر دروغی گفتن برای اینی که این روبو وحشتی رو که رفته رفته آغاز کرده بودن، این وحشت پراکنی رو به چیز خودش، نهایت خودش برسونن و داستان رو ختمش بکنن. و روز سه‌شنبه که روز پایانی هستش دیگه، این جمعیتی که میاد دم جام جم خیلی جمعیت محدودی هستش. و بعد در این روز هم اتفاقا صداهایی که
میاد که بعد این حرکت رو قطع بکنیم، توی روزه توی روزنامه ها منعکس میشه. بیشتر اتفاقا چیزی که کمی آزاردهندم میتونه باشه اینه که چند نفر از زنانی که به هر حال در اون زمان فعال بودن یا به هر حال تا حدودی شناخته شده بودن هم جزء کسانی هستن که تموم کنیم داستانا. این جریان به نفع ضد انقلاب تموم میشه و جای نگرانی در ایران الان وجود نداره و ما فکر میکنیم که باید این قضیه رو حل کرد و مسئولین انقلاب و رهبران انقلاب و دولت هم همه عقب نشینی کردن و توی این مملکت حجاب اجباری نمیشن. اجازه.